پیر دوربست، نماینده کمیته بین المللی صلیب سرخ در سودان گفت مناطق زیادی وجود دارد که ما نمیتوانیم به آنها دسترسی پیدا کنیم، چرا که گاهی اوقات بسیار خطرناک هستند و گاهی اوقات ما مجوز دریافت نمی کنیم. در ادامه همکارم در رابطه با آخرین وضعیت اسفبار سودان گزارشی تهیه نموده که با هم می بینیم. در حالی که درگیری های ویرانگر بین ارتش و شبه نظامیان ادامه دارد، یک مقام صلیب سرخ روز چهارشنبه گفت که بخش های زیادی از سودان جنگ زده برای امدادگران غیر قابل دسترس است. پیر دوربس، نماینده کمیته بین المللی صلیب سرخ در سودان گفت مناطق زیادی وجود دارد که نمی توانیم به آنها دسترسی پیدا کنیم، چرا که گاهی بسیار خطرناک هستند و گاهی اوقات ما مجوز دریافت نمی کنیم. دوربس به خبرنگاران در پورت سودان، شهری که ارتش، دولت و آژانس های سازمان ملل در آن مستقر هستند، گفت تسهیل شرایط دسترسی به این مناطق به میلیون ها نفر کمک خواهد کرد. از اوایل 2023 جنگ بین ارتش سودان تحت رهبری عبدالفتاح البرهان و نیروهای پشتیبانی سریع شبه نظامی به رهبری معاون سابق او محمد همدان داگلو در جریان است. به گفته سازمان ملل این درگیری ده‌ها هزار کشته به جای گذاشته و بیش از 10 میلیون نفر را آواره کرده است. گزارش اخیر سازمان ملل حاکی از آن است که نزدیک به 26 میلیون نفر، یعنی کمی بیش از نیمی از جمعیت سودان، با سطوح بالایی از ناامنی غذایی حاد مواجه هستند. گروه های داوطلب در برخی از مناطق تحت تأثیر خشونت، آشپزخانه های مشترکی را با حمایت سازمان های بین المللی راه اندازی کردند. اسمت محمد که بر یکی از این مراکز در پایتخت خارتوم نظارت می کند، به خبرگزاری فرانسه گفت ما روزانه حدود 2000 وعده غذایی ارائه می دهیم و این تعداد روزانه در حال افزایش است. اما یکی از کارمندانی که به دلایل امنیتی خواست نامش فاش نشود گفت گروه های بین المللی در انتقال وجوه به داوطلبان در محل با موانع لوجستیکی روبرو هستند. در شهر دیلینگ در نزدیکی مرز سودان جنوبی، کیندا کومی یکی از داوطلبانی است که برای افراد نیازمند غذا فراهم می کند. او گفت از آغاز جنگ هیچ کمک غذایی به این شهر نرسیده و راه های ارتباطی آن به سایر نقاط کشور به دلیل درگیری ها قطع شده است. به گفته او نیمی از نیازمندان بدون دریافت وعده غذایی محل را ترک می کنند.